نتایج یک نظرسنجی تازه مرکز پژوهشی گالاب که امروز به نشر رسیده است حاکی است که مردم افغانستان در سال 2021 میلادی در بخش شاخص تجارب عاطفی منفی نسبت به سایر کشورهای جهان در بلندترین سطح قرار داشتند و باشندهای این کشور کمترین سطح عواطف مثبت را در سطح جهان دارند. طبق این نظرسنجی 74% افغانهایی که در آن سهم گرفتند گفتند که سال گذشته استراب شدید را تجربه کردند. بررسی یافته این گزارش موضوع صحبت ما با دکتر ناهید نصرت، استاد در دانشگاه روانشناسی مسلکی شیکاگو است که از طریق اسکایپ از واشنگتن با ما هستند. خانم نصرت سلام و سپاس از وقتتان. در ابتدا کمی در مورد اینکه عواطف منفی و مثبت چیست برای بیننده ها معلومات بدیم و چطور این عواطف در افراد ایجاد میشه؟ خب یک جهان ممنون خانم روزبه از یکی از ما دعوت کردین که بیایم. معلومدار این نظرسنجی که شده در افغانستان دفعه اول نبوده، اما در این اواخر 2021 که شده بسیار زیاد به نتیجه بسیار منفی نشان داده که عواطف منفی که در افغان وجود داره استرس است، افسردگی است، تأثیر است، خشم و درد جسمی است. و این عواطف منفی میتونه توسط جنگ به ما میفهمیم که متاسفانه کشور عزیز ما افغانستان از جمله کشورهایی است که در دیر مدت در درگیر جنگ است. این جنگ ها زیان ها و اثرات جبران ناپذیر بالای جامعه گذاشته و هیچ فرد جامعه از صدمات این جنگ های خانمانسوز در امان نیستند. معلومدار وقتی که ما به 44 سال از جنگ ما حرف بزنیم و در او کدام موضوع رای حل نباشه، این موضوعات میتونه مزمن شوه، از مانند دست دادن عزیزان، از بدن، خانه، اموال دارویی، رفتارهای انسانی، شکنجه ها، تجاوز ها، اسیر شدن، تخریب زیربناها، فرار مغزها و ماجرت های اجباری از جمله پیامدهای ناگوار جنگ داشتن میشه. مالم دار ما پنج مسئله است در نظرسنجی که نشان داده فقر یکی از موضوعی بسیار عمده می باشه. همچنان اجتماع خراب پرخشونت که مردم با هم دیگه همدلی نداشته باشن، محبت نداشته باشن، و ما می فهمیم که تاثیرات بسیار طولانی جنگ باعث میشه که ما همدلی خود از هم دیگه متاسفانه دست بدیم. گرسنگی، تنهایی اجتماعی، ما میتونیم با یک جمعیت بسیار بزرگ باشیم اما هنوز هم از نگاه روحی خود تنها حس کنیم و افغانهای متاسفانه افغانهای ما در افغانستان خود تنها حس میکنن چون که همه مردم همه جهان اونا را رها کردن و بالاخره کمبود کاری که با کیفیت باشه. بله خب ما از جامعه میم که معمولا صحت روانی در او آنقدر مطرح نیست، نه به دلیلی که بر مردم مهم نباشه، به دلیلی که فاجعه بسیار بزرگتره. طوری که شما گفتین جنگ و فقر و دیگه امور گریبانگیر مردم اونجاست. به نظر شما استراب های روانی به طور کل بر یک جامعه در بخش پیشرفتش، انکشافش و سلامت او جامعه چه تاثیر منفی رو میتونه داشته باشه؟ 100% ارتباط داره. ببینین یک جامعه وقت با صحت می باشه چی از نگاه روحی، جسمی، اقتصادی، اجتماعی که وقتی که حقوق مساوات وجود داشته باشد. حقوق مساوات وقتی باید که مثلا انسان چی اقلیت باشه چی اکثریت خود به یک عضو و یک شهروند او مملکت اس کنه و بگویه که من همین حقوقی که برای همه وجود است من هم از او به اصطلاح لذت میبرم. و این وقتی که وجود نداشته باشد دو موضوع بسیار مهم است که در این موضوع انسان بسیار حالت صحت روانیش خراب میکنه، احساس کم بودن، کم خود کردن و همچنان حقوق مساوات ندیدن. و ما متاسفانه می‌بینیم که شرایط جنگی در افغانستان این چیزها را بسیار آورده و مهمترین اثرات روانی اجتماعی جنگ میتونه انواع استرس‌های فردی و جمعی، بیماری‌های روانی و شخصیتی، گسترش روحی انتقام‌جویی، رشد انحصار طلبی و اینا باشه. و وقتی که یک جامعه مردمش با صحت نباشه، اجتماع با صحت نمی باشه و میتونه به چندین نسل های ای سرایت کنه. بله ممنون و سپاس از معلومات جزئیاتی که در قبال یافته‌های گزارش برای بیننده های را کردین. تشکر از وقتتان دکتر نصرت، موفق باشین. ممنون. تشکر.